گزارش‌های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان‌ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه‌ای در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور بود از گرین سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم، درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. هممرزی با افغانستان ناآرام و بلندروی رقابت ساکنان شهر خاروخ، مرکز ماموری ولایت بدخشان کوهی تاجیکستان را که جای کاری زیاد ندارند، افزایش شمارای تاجران افغان در بازار شهر نگران میکند. از سبب دوردستی این منطقه و نبودن کارخانه های صنعتی، تنها بازارها و بخش خدمترسانی مردم ولایت را با جای کار تامین کرده میتواند. بنابر اطلاع خدمات مهاجرت، عین حال در بازار مرکزی شهر نزدیک به 30 تبعی افغان به تجارت مشغولند. خریداران از مناسبت دغل تاجران افغان و صاحبکاران محلی از وارد کردن محصولات پس‌صفر شکوه میکنند. ساکنان محلی از کارمندان حفظ حقوق خواهش دارند تا فعالیت شبهه برانگیز تاجران افغان را زیر نظارت جدی گیرند. تحلیلگران باشد بر آن عقیده‌اند که با مقصد پیشگیری حالت‌های احتمالی سرزدن نزاع، برای فعالیت صاحبکاران خارجی باید جای الوهیده جدا کرده شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش نسیمه مبارک‌قدمова از شهر خاروخ. کارمندان خدمات مهاجرت ولایت مختار کوهستانی بدخشان و مقامات حفظ حقوق در جریان عملیات خود در بازار شهر خاروخ، دو نفر شهروند افغانستان را با دلیل بدون اجازت نامه به فعالیت تجارتی مشغول بودنشان آشکار و جریمه بستند. در این باره به ما جعفر آزادبکوف، سر متخصص خدمات، خبر داد. در رفت گزاراندن عملیات نلگال 2014 در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان، از طرف کارمندان شعبه خدمات مهاجرت و کارمندان حفظ حقوق، دو نفر شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان، برای وارد شدن به رخصت نامه به منطقه سرحدی جریمه بندی کرده شده، در طبق قرار سود شهر خاروخ به مبلغ 800 سومانی جریمه ستانیده شد. این هم در حال است که افزایش حادثه های سر زدن ماجرا بین مشتریان و تاجران افغان در بازار شهر خاروخ، ناظران منطقوی شعبه کارهای داخلی شهر را نگران ساخته است. در بیشتر موارد ناراضیگی صفت مول فروخته تاجران افغان به مشتریان بحث به میان میآورد. ظریفه دورانوا، تاجری بازار، چندین بار شاهد آن بوده است که مشتریان فریب خورده از دهات دور مول پس صفت و نقص تکنیکی داشته خرید نموده اشان را پس آوردند، ولی سوداگران قبول نمی کردند و به بالای این با میزاجانشان معامله دروش داشتند. ما صاحبکاران بازار شهر خاروخ از سوداگران افغان خیلی هم ناراضییم. یکم صفت مولشون خیلی پست است، دویم اونو مردم ما رو فریب میکنن. اگر مول اونو رو گرفته اون رو بازگشت کنن، اونو مول خود نمیگیرن و با مردم ما دغلونه مناسبت میکنن. محمد رسول محمد ایوب، یک تاجر افغان از ولایت تهاری افغانستان، بازار خاروخ رو جای مناسب برای پیشبرد فعالیت تجارتی اش یافته است و میگوید که از حساب میده فروشی روزگارش رو برآورده میسازد و هیچ مشکلاتی ندارد. من می جزار یک میده چایده می دوخی شامپو صابون پلاتین سه نمی چیزا میفروشیم. مال ایرانی هم از مال پاکستانی هم از مال چینی هم از افغانستان هم از این می دشتا برای ماشینا، یعنی بیاد شرفاسا، یعنی چیزای برای در حالی که ایده از مشتریان از قلابی و معامله درشت تاجران افغان و سوداگران محلی از جنجال ها و تنگ شدن موقعشون در بازار از جانب تاجران کشور همجوار اظهار ناراحتی میکنند، سنور جیان و یک تاجر بازار میگوید که وای در سیمای تاجران افغان رقیب نمیبیند. در بازار سوداگر هستم، از این مردم افغان یکم به حرمتی دیدگی نیستیم. آدمان نغزنده اونو با سودای خود ما سودای خود رو میکنیم. با باوری محمد رسول محمد ایوب، بیشتر افغانهای بازار شهر خاروخ تاجرانی هستند که با سودای مول با صفت و معامله خوب و حسن نداشتن بر مشتریان منفعدار میباشند. ولی در این بین تاجرانی هم یافت میشوند که با اعمالشان ناراضیگی ساکنان محلی رو نسبت تاجرانی افغان برمیانگیزند. انشاءالله ما چیزی نمیریم که به ضرر مردم باشه، ما چیزی میریم که انشاءالله به فایده مردم باشه. ولی تو است که بازار از دیگه بازار هر
قسم مخلوقات داره، یک قسم مخلوقاتی است که برای کلینتای خو برای مشتری خو همکاری میکنه که برای دائم بیای پیش ما بار ببره. یک خیلیت که کار یک روزگی رو میکنه، اگر نه از مو مسئله یک روزگی نیست، مسئله هست که باید برای دائم برای برادرها ما همکاری کنیم، اونا با ما همکاری کنن. ساکنان و سوداگران محلی گمان میبرند که چنین تاجران اساساً به وسیله فعالیت های غیر قانونی به مثال قاچاق سنگ های گران بهو درآمد میگیرند و در بازار فقط رویکی حضور مییابند، در حالی که تاجران کشور همسایه تیز و با نرخ گران صاحب اتاق های فروشی اجاره میگردند، بیشتر سوداگران محلی هنوز هم در لای و زیر برف و بارانند، میگوید کارشناس رستم صادقیان. خوب هم محصولاتشون که ارزان هستند، مردم کم بزد در ما زیاد هستند، علاج ندارن، از امو محصولات های که صفتشون پست هست، به هر حال اونا ارزان هستند، مجبورن مردم هم اونا خریدار کن. من دیگر اونا جنبه مثبت نمیبینم براستی. در تمام دنیا، در تمام جا باید که شهروندان خارجی که به تجارت مشغول میشوند باید که بازار علاهیده داشته باشند. متاسفانه این درمان نیست. در همین حال منابع در مقامات شهرداری میگویند که در بازارهای مرزی بین دو کشور همجوار برای گسترش فعالیت های تجارتی شرایط مساعد موجود بوده، احتمال میرود تاجران افغانی بازار شهر در آینده نزدیک به بازار مرزی واقع در محل تیم شهر خوروخ کوچانده میشوند و باور دارند که این به فایده هم تاجران افغان و هم مشتریان خواهد بود. گزارش را نسیم مبارک قدم و از شهر خوروخ آماده کرده است. سامیانی گرامی، این بودن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. باش ما بودم، من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما می توانید در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و می خویم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد.